الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينظر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عن وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته همه شما عزیزان را به برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید می گویم. در جلسه گذشته پیرامون اصول سیاست های مالی سیدنا عثمان ابن عفان اشاره نمودیم الان اشاره مختصر داریم پیرامون هزینه ها و یا این که در چی راه مصرف می شد و سیدنا عثمان چگونه مصرف می کردن اگرچه در برنامه گذشته اشاره نمودیم و در اینجا می خواهیم که اشاره کنیم که بعضی از انسانهای از خدا بی خبر و یا انسان که یا فکرشان از فکر سبعیون و رافیدیون سرچشمه میگیره و یا از این که بیخبر ماندن از تاریخ و یا اینکه بعضی از معرخین حتی فریب افکار فرسوده خوارج و رافیدیون و اینها را خوردن میاین به سیدنا عثمان اتهام وارد میکنند که عثمان از بیت المال مسلمین اکثر این مال را برای اقوام خود و برای خیشابندان خود و برای اقربای خود و نزدیکان خود میپرداخت که مختصرا روی این موضوع اشاره میکنیم و بعد میریم پیرامون سیستم قضایی زمان سیدنا عثمان و همچنین اجتهادات سیدنا عثمان رضی الله عنه هزینه های عمومی در عهد یا در زمان سیدنا عثمان عثمان بن عفان خلیفه مسلمین واضح و مشخص هست از هر و من الشمس هست که سیدنا عثمان از افراد ثروتمند قریش بود خود سید عثمان از بیت المال هیچ مبلغی برای خود بر نمی داشت نیازی نداشت اینکه ما بیایم سرمایه و ثروت سید عثمان را معرفی کنیم گفتیم که در برنامه های قبل اشاره کردیم که در زمان رسول صلی الله علیه وسلم کمک های سید عثمان که به جایی رسید که الله سبحانه و تعالی چنان لطف بر سید عثمان کرد که وقتی در جیش العسره و در آن ای که رسول صلی الله علیه و سلم برای صحابه گفتند شما در این غزوه شما کمک کنید سید عثمان چنان کمک میکنه که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ما در ضررناک نمیشه بعد از این لحظه و بعد از امروز دیگه عثمان برایش ضرری وارد نمیشه ضررناک نمیشه دیگه ضرر نکرده و ضرر نمیکنه یعنی کمک های سیدنا عثمان ایثار سیدنا عثمان فداکاری سیدنا عثمان در عرصه مال جان واضح و مشخص هست پس هزینه های عمومی اینه که پرداخت حقوق والیان از کجا میشد از بیت المال پرداخت حقوق سربازان از کجا می شد؟ از بیت المال پرداخت هزینه های حج مصارفی که در حج صورت می گریفت. مثل پرده کعبه و سایر مصارف دیگری از بیت المال می شد تأمین هزینه های بازسازی مسجد النبوی صلی الله علیه وسلم از کجا می از بیت المال همچنین هزینه هایی که برای بازسازی و برای توصیه مسجد الحرام از کجا بود؟ از بیت المال پرداخت دستموز و چیزی برای معزینین از کجا پرداخته می شد؟ از بیت المال همه اینها اما این که اشاره کردیم که سیدنا عثمان با اقوام خود چگونه روابطی داشت آیا این که میگن سیدنا عثمان از بیت المال برمی داشت برای اقوام خود و برای خیشاوندان خود میداد آیا این درست هست؟ اگر اقوام سیدنا عثمان جز مؤذنین، جز سربازان، جز والیان، جز بالآخره مسئولین و مؤذفین بودن خب حقی بود که برای دیگران داده می شد برای اینها هم پرداخته می شد یک نکته نکته دیگر این که سید عثمان اقوام و خیشاوندان خود را دوست داشت اما از این که از مال بیت المال برای اقوام خود اضافه تر اختصاص بده این چیست؟ این غوغای خوارج غوغای سبعیون، غوغای رافضیون و اینها فقط موضوعاتی که جز جز اباطیل و اکاذیب و چیز دیگری نیست. سیدنا عثمان رضی الله عنه اقوام خود را دوست داشتند، اقارب خود را دوست داشتند، خیشاوندان خود را دوست داشتند. از سرمایه شخصی خود برای آنها میدادند. به مشکلات اونها رسیدگی میکردند. پس به اینه که این اتهام کاملا از سید عثمان برداشته است چون سید عثمان سرمایه داشتن ثروت داشتن تاجر بودن از سرمایه شخصی خود از تجارت شخصی خود از اون ثروت شخصی خود برای اقوام خود و برای خیشابندان خود و برای اقربای خود وقتی میدادن اختیار کامل داشتن و سیدنا عثمان شخصیتی نبودن که آنها خدای نخواسته و نعوذ بالله من ذالک نسبت به مال بیت المال بی توجهی کنن دشمنان هر آنچه که بگوییم خب طبعا دشمن وقتی که دیگه کاری نتانه کرده شروع میکنه به تهمت شروع میکنه به تحقیر شروع میکنه به استهزا چون کار دیگری از دستش نمیایه دشمن الله میبینیم که بعضی از دشمنان الله را استهضا میکنن به الله تهمت وارد میکنن بعضی از دشمنان به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تهمت وارد میکنن خب وقتی که ما میبینیم که به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تهمت زدن به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حتی اشاره کردن که تو عدالت کن چرا عدالت نمی کنی؟ به رسول صلی الله علیه وسلم به ناموس رسول صلی الله علیه وسلم وقتی تهمت زده بشه خب طبعا به اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم به خلفای راشدین به بزرگان دین تهمت وارد میشه پس سیدنا عثمان وقتی در تاریخ و بعضی از مورخین هم میگه که عثمان به اقوام و خیشاوندان خود توجه می کرد بله توجه میکرد کرد از مال شخصی خود و از ثروت شخصی خود بود سیستم قضایی سیدنا عثمان چگونه بود؟ سیدنا عمر رضی الله عنه در بخش قضایی ارکان و اصول را نهادینه کرده بود که خلیفه بعد از او بتوانه به همین اساس پیش بره در بخش قضا سیدنا عثمان رضی الله وقتی خلیفه شدن در مدینه سقازی بود در مدینه سقازی بود علی ابن ابی طالب زید ابن ثابت و صائب ابن یزید اینها قاضیان مدینه بودند فتوا به دست اینها بود قضاوت دست اینها بود سیدنا عمر در امر قضا به اینها استقلال کامل داده بود قضاوت می سید سیدنا عثمان رضی الله عنه به اینها استقلال داده بود اما اشاره کرده, کرده بود سیدنا عثمان که وقت مسئله آماد مسئله قضایی با هم مشوره می کنیم و سایر صحابر به جریان میمانیم فقهای دیگر علمای دیگر و بالاخره با مشوره اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم قضیه باید فیصله بشه پس فرق سیستم قضایی زمان سیدنا عمر و سیدنا عثمان این بود که سیدنا عمر استقلال کامل برای قضات خود داده بود و سیدنا عثمان نظارت کامل داشت و با مشوره اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم مشهورترین قاضیان زمان سیدنا عثمان ابن عفان کیها بودن در مدینه منوره گفتیم که علی ابن ابی طالب زید ابن ثابت و وصای ابن یزید رضوان الله علیهم اجمعین مشهورترین قضات در مدینه منوره که این سه بزرگواری که اشاره شد و همچنین در ولایات مختلف و در جاهای دیگر اینه که ابو دردا رضی الله عنه قاضی بود در دمشق کعب ابن سور در بصره و ابو موسای اشعری بر علاوه که مسئولیت امارت و ولایت را داشت قاضی هم بود در شام شریح در کوفه و یعلا ابن امیه در یمنو و ثمامه در سنعا عثمان ابن ایس ابن عبل در مصر این سیستم قضایی زمان سیدنا عثمان ابن عفان که مسئله قضا خیلی مهمه مسئله قضاوت الله سبحانه و تعالی می "ان الله یأمرکم الله ان تؤدوا الامانات این مسئله قضاوت یک امانت هست الله امر میکنه شما را که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها باید اوی که صلاحیت داشته باشه اوی که بتانه از این مسئولیت عظیم و بزرگ برآمده باید به با عنوان قاضی و به عنوان حاکم و به عنوان حکم قرار بگیره و همچنین الله سبحانه و تعالی می فرماید وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهي عدالة صورت بگیره بس بينك سيدنا عثمان بن عفان إن شخصية هارة در دمشق و در بصره و در شام در یمن در در مصر به عنوان قاضی و به عنوان در بین مشکلاتی که برای اینها مراجعه و انها خودشان به عنوان حاکم و قاضی قرار بگیرن و سید عثمان را در مسائل به جریان بمانن و بگذارن پیرامون اجتهادات سید عثمان خود سید عثمان اجتهاداتی داشتن چون اجتهادات سیدنا عثمان هم به تعبیر حدیث رسول صلی الله علیه و سلم سنتی و سنت خلفاء الراشدین سنت من و سنت خلفای راشدی اجتهادات سیدنا عثمان چیست؟ انشاءالله بعد از یک میان برنامه اجتهادات سیدنا عثمان بیان می شود با ما باشید نور <applause> يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. الله ای کسانی که ایمان آورده اید مالهایتان را در میان خود به ناحق نخورید مگر اینکه تجارتی باشد که از رضایت شما سرچشمه بگیرد و خود را نکشید همانا الله نسبت به شما مهربان است نور في <applause> الظلمات أمسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حيا. مجددا خدمت همه عزیزان و بزرگواران السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات قبل از میان برنامه پیرامون سیستم قضایی زمان سیدنا عثمان ابن عفان و مشهورترین قاضیان و یا قضات زمان سیدنا عثمان ابن عفان اشاره نمودیم اجتهادات سید عثمان ابن عفان از جمله اجتهادات اجتهادات سید عثمان زیاد هست سید عثمان در مورد قصاص در مورد جنایات در مورد تعزیرات و همچنین اجتهادات سید عثمان در عبادات در زمینه عبادات و معاملات و اشتادات زیاده هست که از آن جمله مثلا در حد شراب شرب خمر در زمان رسول صلی الله علیه و سلم حد شرب خمر چل شلاق بود در زمان سیدنا عمر در اوائل چل شلاق بود اما وقتی سیدنا عمر دیدن که این چل شلاق برای بعض انسان ها شکل عادی هست این را برای خود خیلی یعنی جزای کاملی نمی بینن سیدنا عمر رضی الله عنه دستور داد که آنهایی که برایشان چل عادی هست هشتاد شلاق زده بشن زمان سید عثمان از جمله اشتاداتشان این بود که افراد را می دیدن. برای بعض انسانها ها چل شلاق و برای بعض انسانها ها هشتاد شلاق به خاطر حد شرب خمر این از اشتادات سیدنا عثمان بود که جمع بین چل و بین هشتاد کسی که برایش چل تازیانه و چل شلاق کفایت می کرد سیدنا عثمان می گفتن کفایت می و کسی که می دیدن که برایش چل شلاق مهم نیست و از چل شلاق پند و عبرت و اندرز نمی گیره می هشتاد شلاق و هشتاد تازیانه زده بشه و همچنین مثل قضیه دزدانی که در زمان خلافت سیدنا عثمان دزدان خود را انداختن در کاروانی و بالاخره اشخاص را مورد ضرب و شتم و بالاخره حتی چند نفر را وقتی به قتل رساندن والی و منطقه خبر را به سیدنا عثمان رساند که ما جمعی از دزدان گرفته شدن و قتل کردن کشتار کردن اذیت کردن اما ایده ای این کار را کردن و ای با اونها همکار بودن و در این راستا سیدنا عثمان دستور دادند که همه را بکشید و همه را قصاص کنید و همه را گردنشان را بزنید تا اینکه جامعه از شر این چنین افراد مفسد در امن و در امنیت باشه چون قرآن میگه ولکم فی القصاص حیات یا اول الالباب و همچنین در مسائل عبادی از اشتهادات سیدنا عثمان اینه که در منا و عرفات به جای دو رکت نماز سیدنا عثمان چهار رکت نماز ادا می کردن که از اشتهادات سیدنا عثمان رضی الله عنه و همچنین اذان دوم در روز در نماز جمعه و در روز جمعه که هست از اجتهادات سیدنا عثمان ابن عفان هست قضیه زن مطلقه و زنی که شوهرش در بستر مرگ یعنی یک مرد در بستر بیماری افتاده در حالی که میدانه که از دنیا میره در حالت مریضی زن خود را طلاق میده زن خود را طلاق میده این از اجتهادات که قضیهی که زن مطلقه که شوهرش در بستر مرگ او را طلاق میده طلاق میداد تا اینکه ارث نبره وقتی از دنیا مرد میره و این زن از ارث محروم بشه سید عثمان فرمودن این زنی که طلاق شده و شوهرش از دنیا رفته آیا در تحت عده بوده یا نه بله در تحت عده شوهرش بالاخره از دنیا رفت سیدنا عثمان از اشتادادشان هست که این زن ارث میبره و باید برایش میراث داده بشه و همچنین تدوین مصحف واحد که بزرگترین و یا از بزرگترین افتخارات سیدنا عثمان ابن عفان هست که او را میگوین جامعه قرآن از بزرگترین افتخارات سیدنا عثمان خود تدوین قرآن جمع قرآن مراحلی داره که خلاصش همینه که مرحله اول در زمان نبی کریم صلی الله علیه و سلم قرآن جمع میشه قرآن نوشته میشه که اه... بحثش طولانی هست رسول صلی الله علیه و سلم کاتبان وحی داشتن هر آیه که به رسول صلی الله علیه و سلم نازل میشد، رسول صلی الله علیه و سلم دستور می که او نوشته بشه در زمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه مرحله دوم هست تدوین قرآن جمع قرآن وقتی که حافظان قرآن اکثرا شهید می سیدنا عثمان دستور می که قرآن جمع بشه که مبادا اگر حافظان قرآن شهید شدن این قرآن پراکنده نباشه پس جمع باشه یک نسخه از آن جمع شد و در زمان سیدنا ابوبکر صدیق و, و بعدا رسید به زمان سیدنا عمر فاروق و این نسخه که سیدنا ابوبکر صدیق جمع کرده بود به دست ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها میرسه در زمان سیدنا عثمان ابن عفان که انس ابن مالک روایت میکنه که وقتی که حضیف ابن یمان از غزوات ارمنستان و آذربایجان و از اینها به مدینه آمد برای سیدنا عثمان ابن عفان گفت که مردم شام و عراق در خصوص قراءت قرآن اختلاف میکنند قرائات مختلف سیدنا عثمان متوجه شدن که اگر این اختلاف قرائت قرآن به وجود بیایه شاید که مشکلات بزرگتری بین امت اسلامی ایجاد بشه سیدنا عثمان روان میکنن به دنبال همان نسخه ای که پیش به نزد ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله عنه رضی الله عنها بود نسخه را می سید سیدنا عثمان وقتی که نسخه را گرفتن بعدا می به دنبال زید ابن ثابت عبدالله ابن زبیر سعید ابن عاص و عبدالرحمن ابن حارس برای اینها میگن که این نسخه را بگیرید و از این نسخه چندین نسخه برداری کنید و با لغت قریش و با زبان قریش قرآن نازل شده بود و رسول صلی الله علیه و سلم لغتشان بود این را بنویسید چندین نسخه از این برداشته میشه سیدنا عثمان ابن عفان از این نسخه های متعدد روان میکنن به شهرهای مختلف به مناطق مختلف و در هر گوشه‌ای که در تحت سیطره خلافت اسلامی بود از این نسخه ها روان میشه و باقی نسخه هایی که در هر گوشه پراکنده بود سید این عثمان آسمان جمعوری میکنن و اونها را در بعضی اقوال میاره که آتش میزنن که دیگه نسخه نباشه که از روی اون اختلاف به وجود بیایه و انسان ها دوچار اختلاف بشن سید این عثمان نسخه که از زمان سیدنا ابوبکر بکر صدیق بود و به زمان سیدنا ابوبکر بکر صدیق جمع شده بود پس او را می فرستن برای ام المؤمنین حفصه او را تسلیم می کنن. این از جمله بزرگترین افتخارات سیدنا عثمان ابن عفان هست که تدوین مصحف واحد کتاب امروز هم من و شما این قرآن را میخوانیم و تلاوت میکنیم این نسخه است که سیدنا عثمان ابن عفان جمع کرد و دستور داد به حافظان قرآن و دستور داد برای کسانی که تخصص با قرآن داشتن که گفتیم از آن جمله زید ابن ثابت، عبدالله ابن زبیر، سعید بن عاص، عبدالرحمن بن حارس و سائر و بعضی دیگر از اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم که در رأس این مسئولیت زید بن ثابت قرار داشت این بود به طور خلاصه و فشرده پیرامون سیستم قضایی زمان سیدنا عثمان و بعضی از اجتهادات سیدنا عثمان بن عفان که انشاءالله به برنامه بعد پیرامون فتوحاتی که در زمان سیدنا عثمان صورت گرفته الله بیان می شود تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکت